بریم تو اندیشه صهیونیسم مسیحی ببینیم تو ادامهش چه اتفاقاتی میخواد بیفته در آینده. خب صهیونیست‌های مسیحی چی میگن؟ یک، تمام یهودیان باید جمع بشن در فلسطین. چرا؟ دقت کنید توی انجیل چی آمده؟ این که مسیحی‌ها و یهودی‌ها در این مشترکن که منجی اسمش مسایا، ماشیح، مسیحه، که این یک لقبه، منجی، همینطور که منجی لقبه، درسته؟ چه اتفاق افتاده؟ حضرت مسیح بر هیکل سلیمان، در معبد سلیمان حاضر شده، یهودی‌ها او رو به رسمیت نشناختن و اونطور که متون مسیحی میگه او رو کشتن، به صلیب کشیدنش، درست شد؟ میگن یک بار دیگه این سکانس باید تکرارش. خیلی جالبه ها، ببینید با چه دیوانه هایی ما طرفیم. میگن یک بار دیگه باید این سکانس تکرار شه، دوباره مسیح بیاد، از مرکبش پیاده بشه، وارد معبد سلیمان بشه. در کجا؟ در فلسطین. فلسطین که دیگه توش یهودی خیلی وجود نداره. میگن خب پس یهودی باید برگردن. برای همین شما میبینید از بلاکستون کشیش مسیحی جان نلسون داربی، بلاکستون، اینا بحث میکنن در امریکا، اینا مال چند مال 1700-1800 تو اون صدها باید برید دنبالشون بگردید. خب اینا میان بحث میکنن که چی؟ که آقا مسیح، یهودیان باید برگردن به اورشلیم. یهودیت صهیونیستی هم این اعتقادو داره. حالا یه همراه پیدا کرده به اسم مسیحیت صهیونیستی، دارین کارو براش، این جریان غالب جمعیتی هم پیدا. آره احسن. چون چرا؟ چون یهودی که خودشون جمعیتی ندارن. اما اینجا مسیحیای آمریکایی اومدن پاکارشون وایستادن. پس این سکانس دوم، مسیح وارد میشه در سرزمینیه که یهودی ها ساکنن، اورشلیم دست یهودیانه، پس پایتخت باید انتقال پیدا کنه. سه، در معبد سلیمان وارد میشه. الان ما معبد سلیمان نداریم، پس معبد سلیمان هم باید بسازیم، باید ساخته بشه. یعنی ما تو آینده شاهد تحرکات اینا برای تخریب مسجد الاقصا خواهیم بود، خیلی شدیدتر از الان. بله ببین الان زیر مسجد الاقصا کلی نقب زدن، سوراخ‌های به وجود آوردن که اصلا بنیه‌ای ندارن. الان بعضی از دیوارهای بیت المقدس همینطور داره خودش مسئول اقصا داره ترک می‌خوره. خب و نکته عجیب اینه که فقط اینجا یه 4 ریشته زلزله می‌خواد که می‌تونه زلزله مصنوعی باشه با انفجار به وجود بیاد. میشه گردن یک جانورهایی به اسم داعش انداخت براشون این کارو انجام بدن. ببین چیزی که به ذهن من میرسه و ما نگاه می‌کنیم ببینیم امام چیکار کرده بود. وقتی قدس رو تارگت قرار داد، حواس تمام مسلمان ها رو برد آنجا که اینا نتونن این کار انجام بدن. روز قدس بعد ما میگیم اینا دلیل دشمنیشون با ما چیه؟ نفته، مضحک، تقلیل دادن کاملا ایدئولوژیک. بعد چه اتفاق دیگه بعد بیفته؟ میگن پس مسیح اونجاست، یهودی ها اونجان، بیت المقدس هم ساخته شده. منتها قبل از ظهور مسیح ما شاهد ظهور دجالیم. 7 سال زمین رو فساد و کشت و کشتار، کیاس، آشوب، بحران باید بگیره. این 7 سال سرها بریده خواهد شد که شما میبینید دقیقاً داعش خلق میکنن با پرچم‌های سیاه. تو یک نگاه آخرالزمانی برگرفته از القاعده که در افغانستان ساخته شده، خراسان گروپ، خراسان گروپ، که جالبه آقای اوباما راجع به خراسان گروپ حرف زده، اینجا آقایون خبر ندارن. بعد از این 7 سال لشکر دجال میاد دنیا رو خراب میکنه، علل خصوص خاورمیانه رو، اسرائیل رو تهدید میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ رهبر این جریان منتظر دجال که خود دجال ظهور میکنه، آنتی کرایست، که اون چه کسیه؟ امام 12 12 امام، این بچه پادشاه عربستان بن سلمان. جالب او هم میاد میگه که تحرکات ایران در حوزه مهدویت، یعنی خیلی جالبه این آدم از همه اینها داره یه حرف میشنوه. داعش هم میاد تو نشریه دابق شماره 11 هم که قبلا عرض کردم توی از این برنامه، میاد میگه که آقا منتظر باشید که دجال ظهور کنه و دجال امام 12 شیعیانه. این همه اشتراک از صهیونیسم یهودی گرفته تا صهیونیسم مسیحی. این طرف هم خوبه همین وهابی و تکفیر صهیونیسم اسلامی اسم بذاریم براشون، چون واقعا در خدمت اسرائیلن. میبینه همشون دارن یه حرفو میزنن، این که امام زمان ما رو دشمن اصلی دارن معرفی میکنن. یه نکته این اوانجلیکال ها اعتقاد دارن خیلی جالبه، اینم جالب بدونن بینندگان عزیز. اینا میگن دجال وقتی ظهور میکنه که منظور امام ماست تو نظر اونا، کنارش یه پیغمبر دروغین است که خودش رو مسیح معرفی میکنه. دقیقاً اون حضرت مسیحه، حضرت مسیح واقعی و امام زمان واقعی رو دارن. چه میاد مسیح و دجاله که توی ما تو روابط ماست، دقیقاً میگه مسیح دروغین میاد. اینا دارن خودشون رو آماده میکنن برای اون نمای یه مسیح دروغین. یعنی این طرف یه امام زمان دروغین درست کنن،
اون طرف یه مسیح دروغین که این مسیح دروغین تو آرماگدون این امام زمان دروغین رو شکست میده و نظم نوین جهانیشون رو بسازن. وقت این رسیده که مردم ما و مسئولین ما بیدار بشن، مهدویت به کنار، واقع بینانه امریکا رو میخواد بشناسید، باید آخر الزمان رو بشناسید. اصلا به فرض اینا همش وهمیات، به فرض بر مبنای این همین وهمیات اونا دارن کار انجام میدن، درست شد؟ پس میطلبه حداقل که شما اینو بشناسید.